ایلاف لندن. مریم رجوی گفت از نظر استراتژیک کانون‌های شورشی پاسخ رژیم است. صالح القلاب: مجاهدین و مقاومت ایران یک انقلاب واقعی را به پیش می‌برند. حاجی دلیگانی: همین الان در بخش‌هایی از استان اصفهان آب شرب نیست. گتی ایمیج، آژانس عکس خبرگزاری فرانسه، با مخابره تصاویری از گردهمایی سالانه مجاهدین در اشرف سه نوشت اعضای مجاهدین خلق پرچم‌های ایران را در جریان کنفرانس 120 سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف سه به اهتزاز درآوردند. ایلاف لندن در گزارش گردهمایی سالانه مجاهدین در اشرف سه نوشت مریم رجوی این گردهمایی را با یک سخنرانی افتتاح کرد و گفت از نظر استراتژیک کانون‌های شورشی پاسخ رژیم است، رژیمی که تغییر نمی‌پذیرد و خود به خود سرنگون نمی‌شود، ولی با نبرد مجاهدین خلق و اقدامات کانون‌های شورشی و تلاش مردم ایران می‌توان آن را سرنگون کرد. مریم رجوی افزود این مقاومت به خاطر سازماندهی و انسجام آن میتواند جایگزین این رژیم شده و حاکمیت را به آرامی به نمایندگان منتخب مردم منتقل کند. حاجی دلیگانی عضو مجلس ارتجاء در جلسه علنی روز گذشته به بحران آب در استان اصفهان اعتراف کرد. در خصوص آب شرب هست، اما الان که اینجا ما نشستیم در بخش‌هایی از استان اصفهان آب شرب نیست. آی نمایندگان مجلس، جناب علی آقای مصری و همه برادران و خواهران، به هر حال در جریان باشید. همین دو هفته‌ای که ما رفته بودیم در حوزه انتخابیه خیلی از شهرها ده ساعت آب قطع بود در اصفهان. والله من شاهین شهرمون همین طور بود، گرگابمون همین طور بود، دولت آبادمون همین طور بود، در برخی از شهرهای دیگه همین طور بود. تو این گرمای هوایی که بالای 43 درجه گرما بود، ما چه جوابی به مردم داریم؟ صالح القلاب وزیر سابق اردن که در گردهمایی سالانه مجاهدین در اشرف سه شرکت کرده بود به تلویزیون اورینت گفت رژیم ایران تلاش می‌کند که به مشکلات خارجی دامن بزند و به مردم بقبولاند که در حال جنگ است تا اینکه بدین صورت قیام مردم را خاموش کند. وی افزود مجاهدین و مقاومت ایران یک انقلاب واقعی را پیش می‌برند. آنها در همه شهرها هستند و این رژیم را لرزانده‌اند. لذا رژیم به مشکلات خارجی دامن می‌زند، چه در عراق و چه در سوریه و یا یمن و در مناطق مختلف دیگر، حتی در لیبی، تا آنکه بحران را به خارج صادر کند. كل المدن ومرعب هذا النظام، ولذلك النظام يفتعل الان مشاكل خارجيه سواء بالعراق او بسوريا او باليمن او حتى بمناطق كثيره حتى في ليبيا، شايف يفتعل هذه حتى يصدر ازمته الى الخارج. جمعی از جوانان بندر ماهشهر روز دوشنبه در اعتراض به تقسیمات کشوری و تعیین حریم و محدوده بین دو شهر بندر موسوم به خمینی و بندر ماهشهر در مقابل شورای قلابی این شهر تجمع کردند. پیش از این عضو مجلس ارتجاء از ماهشهر از نهایی شدن مراحل ارتقایی بخش بندر موسوم به خمینی به شهرستان خبر داده بود. تعیین حریم و محدوده دو شهر بندر ماهشهر و بندر موسوم به خمینی سالهاست مورد اعتراض مردم بوده و تاکنون بارها جوانان دو شهر را به خیابانها کشیده است.